بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام و ادب و احترام خدمت بینندگان عزیز کانال مسلمان تیوی یه حادثه تروریستی خیلی تلخ در شهرستان راسک در استان سیستان و بلوچستان رخ داده که احتمال زیاد همتون شنیدید اونجا 11 دوازده نفر از هموطنان ما خصوصا نیروهای پلیس به شهادت رسیدن و یه عملیات تروریستی واقعا بیرحمانه بوده چون در مسیر نیروهای امدادی و کمکی و پشتیبان هم اینها تله ایجاد میکنن هرچند که با رشادت فرزندان قیور ایران زمین دو نفر به شهادت میرسن اما از اون تله عبور میکنن بحثم بحث نظامی نیست چون دیدم که بعضی ها گفتن آقا مرزها امنیت نداره و این حرفا مثلا یه دو گفتن پهپاد بیارید یه دو گفتن خاردارای اینجوری بکشید یه دو گفتن خوشمندش بکنید از این حرفایی که قبلا خودمونم گفتیم که لازم این اتفاق اینجا بیفته اما ما جنگ اعتقادی داریم اینجا چون از شهدایی که اینجا بودن علاوه بر اینکه بچه شیعه ها بودن برادران عزیز اهل سنت هم بودن حتی یک ورزشکار قهرمان هم تو این شهدا بوده بحث دیگه شیعه و سنی نیست بحث فراتر از این حرف هست. الان شما اگر تو همین یوتیوب نگاه بکنید شبکه وهابی کلمه که پارسال ما به مناظره دعوتشون کردیم و حتی گفتیم که 14 تا سوالی که میخوایم بپرسیم از قبل مطرح میکنیم بیایید مناظره بکنیم ببینیم که کی حقه خب فیلمش توی یوتیوب همچنان هست از دیوار صدا در اومد از اینها صدا در نیامد همون شبکه وهابی الان خوشحالی میکنه اگر بحث قومیتی باشه بحث مذهبی باشه بگیم مثلا میخواد جانبداری بکنه بگیم ما از اهل سنت حمایت میکنیم خب از عزیزان اهل سنت هم به شهادت رسیدن تو این حادثه تروریستی پس وقتی تو خوشحالی میکنی برات شی و سنی فرق نداره تو وهابی هستی همونطور که پارسال ما تشخیص دادیم گفتیم این که وهابی است و اعلام آمادگی برای مناظره کردیم حتی گفتیم 14 تا سوال رو از قبل به شما میدیم دو روز قبل برید مطالعه کنید جواب پیدا کنید برای ما نیمدن چرا نیمدن چون اونها هدفشون عوام و ناسه دنبال حق که نیستن بگه آقا دو نفر با هم دیگه مناظره میکنن ببینیم حق کیه بعد اگر مثلا در مناظره شکست خود میگه بله چون حق شما بودی من میام به شما میپیوندم چرا این حرفا رو میزنم میخوام یه عکس به شما نشون بدم از توییت عبدالغفار نقشبندی تروریستی که جدیدن حالا جدیدن که میگیم شاید 7 8 ماه پیش رسما اعلام کرد که از جیش و ظلم گروهک تروریستی که این حادثه تروریستی رو رقم زده حمایت میکنم خب دو سه تا برنامه قبلا درباره این تروریست و این عالم وهابی داشتیم اونجا توضیح دادم البته ما اینها رو عالم نمیدونیم ها ولی خب چون خودشون دوست دارن خودشون رو عالم معرفی کنن مط پسوند وهابی داره اینا وهابی دیگه از اهل سنت گذر کردن سه چهار روز پیش یه توییت زده در اعتراض به عملیات وزارت اطلاعات که وارد یک مدرسه اهل سنت شدن که اونجا قرار بوده عملیات تروریستی انجام بشه توییت زده گفته امروز نیروهای امنیتی رژیم بدون حکم قضایی حریم مدارس دینی اهل سنت را شکسته به دو حوزه علمی یورش برده طلاب زیادی را بازداشت نمودند اگر علمای مردمی سرداران و متنفذین بلوش این سکوت خفتبار را نشکسته به میدان نیایند بایستی منتظر این افسار گسیختگان در حریم خانه های خیش باشد خب پدر این که امام جمعه همین راست کم هم هست اتفاقا بازداشت میشه به خاطر موازه تند غلط و اقداماتی که علیه امنیت ملی داشته بازداشت میشه خود این شخص متواری میشه و تقریبا میشه گفت که به سرنوشت عبدالمالک ریگی دچار میشه این شخصیت رو باید عبدالمالک ریگی دو بدونیم وقتی عبدالملک ریگی دستگیر شد توی اعترافاتش بهانه هایی رو میورد برای اینکه شیعیان توهین کردن به اهل سنت من میخواستم اینطور تلافی بکنم اما بس فراتر از این هاست اینا فرافکنیه من عمرم رو گذاشتم در مواجهه با وهابیت اندیشه که وهابیت داره خطرناکتر از هر اندیشه ای هست که در عالم دیدید ببین الان جنایاتی که اسقاطیلی ها در غزه دارن میکنن شما میگید اینا خیلی جانیان دیگه اصلا تعتیلن. یعنی ته ته جنایتکارا همین سهیونیستان هرچند در سیاهی پرونده سهیونیستا هیچ شکی نیست که همه چیز رو در بعد منفیش به قایت رسوندن اما وهابیت به مراتب خطرناکتر از اون هست دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که وهابیت که زاییدش همون داعشه زاییدش همون طالبانی که امروز شما در افغانستان میبینید اینها به اسم اسلام جنایت میکنن شستشوی مغزی میدن چطور یه فیلمی الان اومده بیرون فیلم تبلیغاتی از همین گروه که تروریستی جهش و ظلمه که من تو کانال تلگرام گذاشتم حتما اونو ببینید لینکش زیر همین ویدیو هست کانال تلگرام ما اینستاگرام ما ایتا همه شبکه‌های اجتماعی مون وارد شید اونجا تو تلگرام ببینید تو اون فیلم نهایت نیروی نظامی که اینها دارن که خیلی بهش نازم مثلا ده 15 نفر 20 نفر نه بگو سی نفر خب سی نفر نیروی نظامی که توان مقابله با نیروهای مسلح جمهوری اسلامی نداره که این یه شوخیه پس بس بحث نظامی نیست بس بحث اعتقادیه وقتی اینها میان روی نوجوانا و جوانای اهل سنت کار میکنن این طلاب علوم دینی که میرن تو مدارس و حوزههای های علمی درس بخونن اینا ارتباطاتی همونطور که تو برنامه قبلم گفتم با پاکستان دارن مدارس علمیه به اسم اهل سنت اما با پشتیبانی عربستان سعودی در پاکستان اتفاقا یک نشستی هم اینها در پاکستان داشتن با این گروهک های تجزیه طلب و یه جورای استقلال بلوچستان رو به رسمیت شناختن حالا این رو من شاید تو برنامه فردا بش اشاره بکنم نمیخوام برنامه زیاد طولانی بشه و شاخه به بش شاخه بشیم میخوام یه سیر رو بریم جلو که بفهمید چی دارم میگم و چرا اینها خطر میکن خب وقتی تو پاکستان اینها درس میخونن به اسم اهل سنت درس میخونن اما در واقع وهابی تربیت میشن اینها برمیگردند تو مدارسی که تو همین استان هست تدریس میکنن به عنوان استاد برای نوجوانها و جوانهایی که ورود پیدا کردن به حوزه علمیشون وقتی ایجاد تنفر کرد از قرآن براش آیه میاره که تو اگر در راه خدا جهاد کنی مستقیم بهشت رسول الله صلی الله علیه و آله فرمود مثلا اگر مجاهد یک قدم برای خدا برداره این پا دیگه هرگز آتش جهنم رو لمس نمیکنه خب طرف میگه بابا این زندگی نکبتی خصوصا تو منطقه محروم سیستان و بلوچستان اینجوری به خودش القا میکنه میگه این زندگی نکبتی دنیایی ما که به جای نرسیم بذار لا یه کاری بکنیم اون مثلا بهشتی باشیم این خطرناکه وگرنه با 20 تا 30 تا نیروی نظامی اینا هیچ غلطی که نمیتونن بکنن مثل اینکه بچه بیاد سنگ ور داره بزنه شیشه رو بشکونه فرار کنه هرچند اینا الان فرار نکردن طبق اطلاعاتی که من دارم تو منطقه هن و تقریبا 43 4 کیلومتر تا مرز فاصله دارن فعلا نتونستن از منطقه خارج بشن فعلا تو ایرانن حتی یکیشون دستگیر شده یکی دو هم ظاهرا به درک واصل شدن اما هنوز داخل ایرانن هن اونایی که عملیات رو انجام دادن بنابراین نیروی نظامی بخواد در برابر جمهوری اسلامی بیسته اصلا شوخیه ما باید بحث این رو بذاریم کنار بله این که امنیت مرزا باید باشه پهباد باشه رسد بشه بروز باشیم همه اینا جای خود اما ما با یک تفکر عجیب و قریب تفکر خطرناکی به اسم وهابیت طرفیم که علمای شیعه مراجع شیعه مثل آیت الله صبحانی بزرگوار که خداوند حفظشون کنه انشالله کتاب نوشتن آیت الله مکارم شیرازی پاسخهایی به اینها داده حتی دعوت به مناظره کردن اینا فرار کردن نیومدن فقط روی عوام و ناس میخوان کار کنن من یه دوستی داشتم اهل سنت بود با ایشون مناظرات قرآنی داشتیم ایشون هم حافظ کل قرآن بود به قدری این آدم با معرفت با بصیرت با ادب با اخلاق اصلا نور میبارید از این آدم تو میگفتی آقا بشینم فقط چهره اینو ببینم میگن چهره مؤمن رو ببین یاد خدا میفتی اما تو یک فضایی بزرگ شده بود و رشد کرده بود که تمام مطالبی که الان در مدارس حوزه علمی اهل سنت تدریس میشه به گوشش خورده بود واقعه کربلا رو یه مقدار میشکافتی میگفت عجب مگه هم چیزی بودیم بله این بله اینا این کتابش این مدرکش این سندش حالا چون شاید راضی نباشه من نمیگم که عاقبت ایشون چی شد ولی اگر یک بحثی بشه من از ایشون میپرسم اگر اجازه دادن راضی بودن شاید اون رو هم یه برنامه کنم دربارش صحبت کنم میخوام اینو بگم روی آدم باسواد نمیرن کار بکنن میگردن دنبال نوجونا جوونا اونایی که احساساتی ترن اونایی که میتونن روشون کار بکنن اینها رو جذب بکنن که با دو تا آیه از قرآن هم نشون بده بگیری اینا دشمنن یعنی اول آیه ها رو میاره میگه ببین انقدر ثواب داره انقدر اینجوری چهار تا حدیث هم نشون میده پیش فرضش اینه که اینا دشمنن آقا تو اول اثبات کن که تو آخه مسلمون با مسلمون که نمیجنگی تو چجوری دشمنی رو از توش آوردی. اینه که خطرناکه کسی مثل عبدالغفار نقشبندی دقیقا با اون تفکر البته اینجا ما با نقشبندی طرفیم که خودش هم حافظ قرآنه یکی میشه حافظ قرآن مثل اون دوست اهل سنت ما یکی میشه عبدالغفار نقشبندی این که میگیم به سابقه افراد نگاه نکنید عاقبت به خیلی مهمه همینه تله و زبیر سی سال در رکاب پیغمبر بودن اما کار به جای رسید مقابل امیر المومنین نیستادن به سیف الاسلام معروف بود ولی عاقبت به خیر نشد امثال نقش بندی ها هم فقط ظاهر قرآن رو حفظن یعنی به بواطن قرآن پی نبردن اهل تفسیر و تدبر و در کنارش مطالعه تاریخ اونم بدون قرض و مرز مگر دکتر تیجانی نبود عالم اهل سنت تونس که ابتدا وهابی شد اما در نهایت شیعه میشه چون اهل تحقیق بدون قرض و مرز بود امثال عبدالغفار نقشبندی آیه از قرآن میخونه آیات جهاد آیات جهاد که در مقابل کفار باید اجرایی بشه میگه در زمان جنگ یه ده امثال اینن که اسلام رو خشن نشون دادن بارها و بارها اشاره کردم دیگه آیه 190 سوره بقره رو ببینید این آیه میگه اگر دشمن بهت حمله کرد جواب بده یعنی اسلام ابتدا به ساکن مجوز جنگ به شما نمیده که آقا حمله کن به فلان جا بگیرش مثلا برای اینکه کشور گشایی کنی فلان کنی نه منطق اسلام یک منطق دفاعیه اون آیات قتال و جهاد در زمانیه که شما در میدان جنگی دشمن بهت حمله کرده وارد سرزمینت شده میخواد مثلا به تو آسیب بزنه اونجا دیگه باید مقابله به مثل بکنی تازه باز تو همین آیه میگه ان الله لا يحب المعتدین خدا تعدی کنندگان رو دوست نداره تجاوزکاران رو دوست نداره همون جوری که حمله کرده همون جوری که ضربه زده مثل خودش هر طوری که اون برخورد کرده تو هم برخورد بکن اما امثال عبدالغفار نقشبندی از این آیات آیات قتال و آیات جهاد که در قرآن اومده و برای مقابله با کفار هست مقابله با مشرکین هست از این بهره میگیره به چهار تا عوام و ناسی که و بر خودش جمع کرده اینها رو تحویل میده چهار تا حدیث هم میاره کنارش بسم الله الرحمن الرحیم برید تو دل دشمن چون دشمن رو پیش فرض معرفی کرده آقا اینا دشمنن تمام خب حالا که اینا دشمنن این آیات جهاد اینم روایتش بدوش بزنید اما خودش تو کوه و کمر پنهان میشه اگه جهاد خوبه اگه ثواب داره اگر بهشت پشت سرش هست بسم الله برو دیگه خودت بیا چرا اینا رو میفرستی اینکه این روزها میبینید دیگه عبدالحمید تو هاشیه قرار گرفته به خاطر اینکه دشمن روی عبدالقفار نقشبندی به عنوان عبدالمالک ریگی دو داره سرمایه گذاری میکنه یکی از کارهایی که باید بشه تقویت شیعیان پاکستانه اونم در حوزه رسانه اون کارهای نظامی و تجهیزات و مرز و فلان اینا همه سر جای خودشا اما تو حوزه اعتقادی و رسانه شما باید کار بکنید سه سال تو این یوتیوب من دارم این رو میگم سیستان و بلوچستان رو وهابیت براش برنامه داره در استان خراسان رضوی خصوصا شهر مشهد وهابیت برنامه داره در استان خوزستان ما برنامه داره اگر شما دیر به جنبی نخوای به جنبی دشمن بیکار نمیمونه دشمنان جمهوری اسلامی خیلی واضح به شما بگم چه مذهبی هستی چه نیستی دشمنان جمهوری اسلامی به این نتیجه رسیدن که به هیچ عنوان نمیتونن ایران رو تحت حاکمیت جمهوری اسلامی زمین بزنن تنها حکومت شیعه در جهانه خب گوش بده ها تنها حکومت شیعه در جهانه چطور باید بزنمش تحریم اقتصادی میکنه جواب نمیده تحریم نظامی میکنه جواب نمیده هر کاری میتونه انجام میده دور تا دور ایران پایگاه میزنه دشمن تراشی میکنه فتنه ها اختشاشات همه اینها هیچ اتفاق نمیفته ایران و جمهوری اسلامی رو تنها از راه اعتقادی میتونن بزنن این مسائل فرهنگی و اینا هم که شما دارین دنبال میکنن مثلا بحث کشف حجاب ها و فلان اینها یه این مسائل فرهنگی دیگه خود این مسائل فرهنگی به نظر من زیر مجموعه مسائل اعتقادی قرار میگیره باید اعتقاد اون زن اون دختر اون نوجوان و جوان ایرانی رو بگیری که روسریشو برداره باید اعتقادش رو بگیری که دیگه نماز نخونه باید اعتقادش رو بگیری که مثلا به جای سلام میگه درود تا کیف میکنه انگار که مثلا روشن فکره اینا در ظاهر شاید چیزی نباشه کم کم اتفاق میفته گام به گام سیاست شیطان همین سیاست گام به گامه آقا مثلا بگیم درود اتفاق خاصی میفته ببین اینکه زبان فارسی رو بخوای شما پاس بداری از واژگان فارسی استفاده کنی جای خودش خیلی خوبه تلاش بکنی از واژگان بیگان استفاده نکنی زبان فارسی رو همونطور که الان تو افغانستان دارن فارسی رو نابود میکنن این یه وظیفه و رسالته اما در جایی که میاد تقابل ایجاد کنه اینجا داستان پیدا میکنه تقابل بین اسلام و ایران بین اعتقاد و هویت ملی تو اینجا داستان پیدا میکنه اینجا دشمن دست گذاشته میشه آقا این باید به جای سلام بگید درود این یه نمونه شو مثال دارم میزنم که خودتون تا رو بخونید سلام اسم خداست سلام از ایمنی و امان و سلم و ثواب هم تازه داره اما درود چی چون واژگان واژگان فارسیه بنابراین تو همه حوزه ها میخواد رو اعتقاد تو کار کنه حالا یکی رو با درود رو گرم میکنه مباحث ملی گرایانه باز ملی گرایی باشه آدم نگران نمیشه مسائلی که به باستان گرایی برمیگرده که این خطرناک حالا تو کانال تاریخ ایران اینا رو انشالله بیشتر باز میکنم با ذکر مثال یکی یکی توضیح میدن که برای تو قشنگ جا بیفته ها اگه بحث بحث ملی گرایی باشه آدم خوشحال میشه میگه دمشون گرم یه پیدا شدن اینا نفهمه اومدن به جمهوری اسلامی ضربه بزنن ملی رو دارن تقویت میکنن ملی باشه خیلی خوبه شما اسلام و ملی گرایی رو در کنار هم میاری چفت میکنی اما وقتی خطرناک میشه که میره به سمت باستانگرایی خب یه در رو اینجوری میخوان اعتقادشو بگیرن یه در رو با همین کشف حجاب و نمیدونم ولنگاری و ترویج مثلا فحشا یه در دیگر رو با مسائل مالی الان ما خیلی جوانها داریم تو ایران تو بحث رمز ارزها دارن فعالیت میکنن پول دارن ازش در میارن بدون اینکه بره ببینه مراجع تقلید نظرشون در با مثلا خرید و فروش بیت کوین چیه غالب مراجع تا اونجایی که من دیدم درباره این رمز ارزها حرمت قائلن یعنی میگن جایز نیست خب این مال مال حرام باشه خروجش چی میخواد بشه یعنی میخوام بگم رو اعتقاده دارن کار میکنن بعد طرف به اسم انقلابی و مذهبی و حزب و نمیدونم چه و چه مؤسسه داریم و نمیدونم کار میکنیم و داریم فعالیت میکنیم و جهاد تبیین میکنیم و این حرفا بعد میبینی نگاه میکنیم آقا داره رو بیت کوین بحث میکنه برنامه ساخته براش اصلا رگه از نفوذ هم اینجا شما میبینی همونطور که تو بحث حجاب و افاف و اینها شما مثلا از مذهبی های صورتی رو میبینید و مسائل اعتقادی هم همینه عبدالمالک ریگی دو اومده اعتقادها رو بزنه اون عبدالمالک ریگی اولی جون آدم ها رو میگرفت این دومی اومده اعتقاد آدم ها رو بگیره با شستشوی مغزی اون عبدالمالک ریگی اول بی سواد بود خطرش به اندازه بی سوادیش بود عبدالمالک ریگی جدید و نسخه دوش با سواد مثلا سواد قرآنی داره مسلط به آیات قرآن وقتی عامل به قرآن نباشی دلت سیاه میشه خروجیش میشه عبدالغفار نقشبندی که خیلی راحت مردم رو تحریک میکنه که به کشتن بده الان توییتشو به شما نشون دادم دیگه از علما و مردم و کسب و همه بریزید تو خیابون تو صحبت های قبلیش همینا بود آقا ملت بریزید بیرون جوونا بریزید بیرون که چی بشه که این شخص شخصی که با پدرش اوایل دهه 90 جمهوری اسلامی به اینا رحم کرد لطف کرد بهشون نمک جمهوری اسلامی رو خوردن نمکتون شکستن فیلم اعترافاتش هست اعتراف میکنه که رسما از وهابیت اینا پول گرفتن پدر پسر اما جمهوری اسلامی رعفت اسلامی به خرج میده اینا آزاد میشن میره پدر امام جمعه راسک میشه پسر همینطور اوباش عذاب در میاد ما این همه منتقد جمهوری اسلامی داریم در همین داخل ها تازه شیعه هم هستن همه این مباحث رو قشنگ کنار هم چیدن تو دانشگاه ها تدریس میکنن سخنرانی میکنن کنفرانس دارن نمیدونم فلان همایش میرن فیلماشون هم هست تو همین یوتیوب هم هست حالا من اسم نمیارم من که معروف ترم نشن ولی میخوام بگم چنین کسایی هستن که حتی دشمنی میکنن با جمهوری اسلامی یعنی میگن جمهوری اسلامی قبول نداریم سیاستاشو قبول نداریم خب نقش هم میتونه یکی مثل همینا باشه اما وقتی اقدام و دعوت به قیام مسلحانه میکنه این مشخص هدف دیگه ای داره هدف اینها تجزیه جنوب شرق هست از پارسال که روی عبدالحمید ما زوم کردیم مباحثش رو اومدیم نقد کردیم دستش رو رو کردیم گفتیم گفتیم اینا هدفشون تجزیه است این که بارها و بارها مولوی عبدالحمید میگه ما ایران رو دوست داریم ما فلانیم بله مردم نجیب و پاک سیستان و بلوچستان اینطوریان وطن دوستن کشورشون رو دوست دارن غیرتمندن اما وقتی تو حرف میزنی با عمل کردت نمیخونه من نمیتونم باورش بکنم اگر کسی مثل نقش بندی صحبت بکنه من نمیتونم باورش بکنم چون عمل کرد رو من میبینم و این جنگ یک جنگ اعتقادیه باید خیلی حواس اون باشه به بحانه های واهی این رو کمرنگش نکنیم یه دی بودن وقتی که برخی دوستان تو شبکه ولایت تو شبکه ولی از کار میکردن فعالیت میکردن علیه وحابیت اینا میمدن میگفتن که وحدت شیوستانی رو به هم نریزید ما چقدر اون موقع گفتیم آقا اینها دارن وهابیت رو نقد میکنن بی انصاف نباشید شما تخصص ندارید تو این زمینه صحبت نکنید نوک پیکان اینها به سمت وهابیته اینها رو کاری نکنید برن گوشه نشین بشن برن منزوی بشن بایکوت رسانه ای نکنید اینها رو ها هرچند اون الحمدلله پروتر از این حرفا بودن به فعالیتشون ادامه دادن ولی میخوام بگم که این رو جدی بگیرید ها دو سال بعد سه سال بعد پنج سال بعد نمیتونید جمعش کنی ها اینا از داعش خطرناک چون داعش با یک تفکر اومد جلو از تمام دنیا جذب میکرد غیر مسلمان رو هم جذب کرد از اروپا هم جذب کرد اما اینها در مناطق اسلامی دارن فعال میشن ایران، پاکستان، افغانستان، خود عربستان که مهد این هاست اگر این اتفاق بیفته فردا به کشورهای حاشیه خلیج فارس سرایت میکنه فردا به عراق و سوریه و لبنان سرایت میکنه همینطور که الان شما در جمهوری آذربایجان میبینی وهابیون رفتن اونجا اونجا اگر داعش جون آدما رو نشونه گرفته که میگه بزنم بکشمش از بین بره اینجا اعتقاد آدما رو نشونه گرفتن ها شما نگاه نکن میان یازده نفر رو شهید میکنن فرار چون اولا میخوان اعلام مخالفت علنی با جمهوری اسلامی بکنن بگر ما مثلا مشکل سیاسی و نظامی اینها داریم با شما بعد یه سری مثلا تجهیزات به قنیمت بگیرن و برن و اینا سری ظاهر قضیه اینه ولی باطن جنگ اعتقادیه این رو خیلی جدی بگیرید و امیدوارم که مسئولین امر به این هم فکر کرده باشن و سازوکار مشخص خودش رو تبیین و تعیین کرده باشن و در راستای اون برنامه هایی که دارن بتونن با این گروهک تروریستی و تکفیری مقابله بکنن یا علی التماس دعا خدا نگهدارتون